از آکادمی بین المللی فوتبال وینز عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و علاقه‌مندان ورزش پرطرفدار فوتبال. از اینکه یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کردم تا در خدمتتون باشم خوشحالم و امیدوارم که بتونم توی این برنامه هم مطالب مفیدی رو در اختیارتون قرار بدم. با امید به اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه کنید. همونطوری که توی ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم در این برنامه قرار هست در مورد یادگیری و الگودهی به ورزشکاران با شما صحبت بکنیم و خب از ورزشکاران هم منظورمون ورزشکار فوتبالیست هست. البته این مسائل میتونه که در رشته های دیگه ورزشی هم مورد توجه مربیان قرار بگیره، ولی ما در مورد مربیان فوتبال بیشتر مثال هامون رو در این برنامه خواهیم زد. برای اینکه با این مبحث آشنا بشید ابتدا یک مقدمه کوتاهی رو خدمتتون در این باره عرض میکنم تا بعد به شرح ماجرا بپردازیم. بخش بزرگی از یادگیری انسان همواره از طریق مشاهده و نگاه کردن اعمال و رفتار دیگران انجام میشه و همچنین پاره از یادگیری انسانها بلخص ورزشکارها از راه شرطی سازی کردن مسائل هست که یاد گرفته میشه. اما باید این رو بگیم که این موضوع همه ماجرا نمیتونه باشه و قسمتی رو که توی این برنامه راجبه اون بیشتر صحبت خواهیم کرد و تأکید بیشتری رو روی اون قرار میدیم یادگیری از راه مشاهده دیگران اسمش هست. پس یک مربی خوب اگر که بخواد یک آموزش دهنده خوبی هم باشه باید به خصوصیات روانی و سیر یادگیری ورزشکار خودش توجه زیادی رو انجام بده و اون دوره تکامل آموزشی رو خیلی زیاد مد نظر قرار بده. مدل یادگیری ورزشکاران از چهار مرحله تشکیل شده، چهار مرحله کلی. این چهار مرحله کلی عبارت میشن از مرحله توجه که اولین مرحله و یا استپ اول هست، مرحله دوم مرحله یاد سپاری و یادداری هست که توسط فراگیر یا ورزشکار انجام میشه، مرحله سوم مرحله بازآفرینی حرکتی یا انجام مجدد حرکت هست و مرحله چهارم هم مرحله انگیزشی. در مرحله اول یا مرحله توجه زمانی هست که مربی میاد و یک اسکیل، یک حرکت، یک تکنیک و یک موضوعی رو به دانش آموز، فراگیر و یا ورزشکار خودش در واقع یاد میده. بعد از مرحله توضیح این مرحله مربی باید خیلی خوب، خیلی واضح و با استفاده از کلمات مناسب و سریع منظور خودش رو به دانش آموز و فراگیر خودش انتقال بده و خب دانش آموز یا ورزشکار هم باید خیلی با دقت به این مرحله توجه کنه، چرا که پای و اساس یادگیری رو داره در این مرحله میگذنه و اگر توضیحات رو کامل متوجه نشه اون موقع در مراحل دیگه هم صد درصد دچار مشکل میشه. مرحله دوم مرحله یاد سپاری و یادداری هست که فراگیر باید حالا اون چرا که مربی خودش در اختیارش قرار داده رو در ذهن خودش مرور کنه و به یاد بسپاره و اگر قسمتی رو فراموش کرده بود
با سوالهای خودش از مربی اون قسمت رو هم دریافت میکنه و خیلی خوب میتونه که به ذهن بسپاره. مرحله 3 مرحله بازآفرینی حرکتی بود که به این مرحله در واقع مرحله انجام عملی تمرین یا درگیر کردن فراگیر در عمل هم میگن و مرحله هست که حالا فراگیر یا ورزشکار باید اون چرا که مربی براش توضیح داده و وی به ذهن سپرده به صورت عملی اجرا بکنه تا مربی ببینه که در فهموندن مطلبش به فراگیر آیا مشکلی وجود داشته یا که خیر. و مرحله چهارم هم مرحله انگیزش هست که توی این مرحله مربی باید سعی کنه شرایطی رو برای بازیکن فراهم بیاره که بازیکن این رقبت رو داشته باشه که حرکات مختلف رو در یک بازی انجام بده. در مرحله اول یعنی مرحله توجه ورزشکار یادگیرنده ما باید به رفتار در واقع به عنوان یک یادگیرنده به رفتار الگو یا سرمشق یعنی چیزی که قرار هست از اون چیزی بیاموزیم توجه بکنیم. و خب طبق این مدل اگر ورزشکار الگو گیرنده به رفتار و سرمشق توجهی نکنه چیزی نمیتونه که بیاموزه. و همچنین باید بگیم که چند ویژگی در رفتار در واقع سرمشق اگر وجود داشته باشه باعث میشه که ورزشکار الگو گیرنده خیلی بهتر و راحتتر اون رفتارها رو بیاموزه. این ویژگی های عبارتن از پایگاه اجتماعی سطح بالا، موفقیت زیاد، دانش و همچنین تخصص سطح بالا. مثلا فرض کنیم اگر شخصی که به یک ورزشکار داره آموزه از پایگاه اجتماعی سطح بالای برخوردار باشه یعنی جز مربیان درجه یک باشه تأثیر اون خیلی بیشتر از یک مربی یا ورزشکار درجه دو یا سه میتونه باشه. و همینطور باید بگیم که دانش و تخصص مربی هم به میزان زیاد روی ورزشکار تأثیر میگذاره. و خب علاوه بر ویژگی هایی که برای یاد دهنده یا مربی ما برمی‌شماریم خود بازیکن یا الگو گیرنده هم باید ویژگی هایی رو در روش یادگیریش تأثیر میگذاره رو به همراه داشته باشه. در اینجا به پایان قسمت دیگه ای از مجموع برنامه اصولی برای مربیگری میرسیم و من در پایان منابعی رو که در واقع در این برنامه ازش استفاده کرده بودم رو برای شما عزیزان ذکر میکنم که حالا چنانچه علاقه داشتید که به صورت کامل در مورد این مطلب تحقیق کنید به این منابع هم بتونید سر بزنید. کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی بود که تألیف علی اکبر سیف هست. کتاب راهنمای عملی روانشناسی ورزشی نوشته گراهام وینتر و کتی ارتین و همچنین دایره المعارف مشاوره نوشته ویلیام استیوارد و روانشناسی یادگیری تألیف محمد پارسا بود. همچنین تشکر ویژه هم میکنم از وبسایت آقای مجید جلالی که مطالب خوبی در اون قید میشه و ذکر میشه که این مطالب میتونه برای خیلی از علاقه‌مندان مفید و فایده باشه. من در پایان یک بار دیگه این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که پل ارتباطی شما عزیزان با آکادمی بین‌المللی فوتبال وینگ یا ویفا ایمیل آدرس vifa@wingint.tv تکرار میکنم vifa@wingint.tv هست که شما میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با این ایمیل آدرس در میون بگذارید و ما رو در هرچه بهتر ساختن مجموع برنامه خودمون یاری بکنید. و همچنین اگر که مطلب مقاله و یا موضوعی هست که فکر بکنید دونستن اون برای سایر علاقه‌مندان به فوتبال میتونه مفید باشه با همین ایمیل آدرس برای ما ارسال بکنید که در همین مجموع برنامه و با اسم خودتون اون مطالب ذکر میشه. از اینکه تا پایان این برنامه هم
با من شبکه جهانی ویند و آکادمی بین‌المللی فوتبال ویند همراه بودید، از شما عزیزان سپاسگزار هستم و با آرزوی موفقیت برای شما تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و شب شما خوش، وقت بخیر، خدا نگهدار.